یک چیز ناگفته نمانه که یاری ما باید زیاد تمرکز ما هزاره ها روی قومیت ما باشه، به خاطر از اینکه اگر از دیدگاه تبار ما بریم با چندین کشورهای دیگه هم است که به تبار با ما یکی هستند، اما دوستی ما خوب است، مثل که پشتون ها با پاکستانی ها و دیگه و دیگه لروبر هستند و تاجک ها با ایرانی ها که هم تبارشان است، مثلا فارس و فارسی زبان هستند. خب ما هزاره ها در اولیت قومیت، بعد از قومیت بابا بخش تبار خود میتونیم خوبتر پیدا بکنیم. برای ما اثبات شده که ما وقتی که منی بچه هزاره یک قسم با یک ترک، با یک ترکی صحیح که ما در صفحه رسمی فیسبوک هم پست کردیم، وقتی خط من ملاقات میکنم منی بچه هزاره که یک علامه را که نشان میتونم، البته ما تبار خود پیدا کردیم که تبار ما چی است، که ما علامه تبار خود ما اوجه درج میکنم. یک بحث دیگر که میخوایم مطرح بکنم دوستا از متوجه باشه، بحث ما دشمنی با هیچ قومی نیست، دشمنی با هیچ تبار ما نداریم، هر تبار بهش احترام داریم تا وقتی احترام محفوظ است که همه به ما ایمی احترام بکنه. هر کسی اگه میخواه احترام شوه، احترام از طرف ما بینه، در قدم اول پیش بابین شوه، احترام بکنه به ما، به هویتم، به تبارم، به زبانم، به لهجهم، به فیزیکی بدنم، به همه چیزم، به زنم، به مردم، به تاریخم، به همه چیزم احترام بکنه، احترام همه جانبه تا ما احترام بکنم. من میگم بچه هزارم، هیچ کسی در افغانستان در معادلات سیاسی عاشق قد و قیافه و قواره تو نیست و تو عاشق قد و قیافه و قواره یک کس نیستی. هر کس به خاطر منافع خود در سیاست افغانستان دلبری کرده و دلبری میکنه. تو هم کسایی را حمایت بکن، در کنار کسایی باش که بر منافع تو دلبری میکنه. امروز یک بچه بی سواد نفهم میایه، یک روز عکس همه شما سوده میمونه، یک روز عکس با مزار میمونه، بچه دیوانه بی سواد هیچ نبوده در افغانستان، صبح تا شام دو میزنه، چیزی که هموطنای افغان ماست میره برش گفت میزنه. و ایر سیاست میگه شما یاد بگیرین که اینه تو آدم ها را شما حمایت نکنین، در کنارش نباشین، دقصش هم نباشین. و اینجا بحث ما بحث اقوام نیست. در دهه 70 یک اتفاقای بین شورای نظار و حزب وحدت افتاد، ولی ما اینجا تبارها اقوام با هم دیگه جنگ نکردن. اگر آقای احمد شاه مسعود اگر حرکت را زد دیگه مسئولش نیست که ما کل تاجک تبارش قرار بدیم، ولی امو رقم اگر اشرف غنی جنایتی که در افغانستان کرده، امو رقم عبدالرحمن خان جنایتی کرده، ما نمیتونیم کل یک تبار پشتون تارگیت قرار بدیم. ولی بازم برشان میگم اگر احترام کردن احترام، ولی اگر گفت تبار گفته دو زد، این حق بر ما هم محفوظ است که ما تبار گفته دو بزنیم. هیچ کدوم ترس و حراس نیست. بچه از هارم میخوام در طول تاریخ هیچ کدوم سرخمی در افغانستان نداشته. در هر جای بوده افتخار عزت آورده. از هارم همیشه به خیر و خوبی و ترقی و آبادی کشور زحمت کشیده و بوده. سرش خم نبوده. کار کرده، جوالیگری کرده، ولی خیرات خوری نکرده. دستش پیش خارجی دراز نبه که بلیاس و بیا بر ما بتی. وطن معامله نکرده. خاک نفروخته. جنایت نکرده. انتحاری نکرده. کسر قوم گفته نکشته. جنوساید قومی انجام نداده. زبانها را تارگت قرار نداده. این افتخارات که ما داریم. یه حرف آخر که میخوایم برمو که با قلندر نازنین ما یک کتاب رسیده پیش ما و نمور تو از خیرت بگو چند تایش هزاره است، چند تایش نیست خودت برنام میفهم، من چند تایش البته میفهم که هزاره است، ولی امور اگه خودت رو مگه لطف کنی. یه کتاب دوستای عزیز شما دیروز بر بچه نشان دادم، یه کتاب از آقای غلام محی الدین مهدی است، ضرورت بازنویسی تاریخ هزاره باش که میره چی بکنم. یک کتاب یک لیست اقوام نشر که در زمان جمهوریت آقای اشرف غنی قوم فارسی زبان و ترک زبان ها را به شاخه های مختلف تقسیم کرده بود. من اینجا نام میخوانم: پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشهی، ایماق، هر کدومش هزاره بود تو هزاره بگو، از کدوم جوگی، پامیری، منجانی، سنگچیلی، اشکاشمی، روشانی، واخانی، شغنانی، قبچاق، دایمیرک هزاره است. ایره دو سا یک دایمیرک هزاره. میر سعیده هزاره سی؟ اما ای که تب باز کن با قلندر نازنین ایما هر جای هزاره بود تبار دایمیرک هزاره، میر سعیده هم یک از شاخهای هزاره است. خب هزاره است. امیر اگه باز کن من قلم کتابچه بگیرم که ما کتابچه بگیرم که ما کتابچه بگیرم که ما سی او حذف اقوام از تایل بکنه که چه رقمی اکثریت سازی کردن جالی جالی. ما میره یاد داشتم بگیرم دای میره که یک
میرسیده از کدام شاخه است؟ بخش دایمی رک میشه فکر کنم. سعیسته باز خیرم. جمشیدیان، نه افشاریان، طاهریان، سلجوقی، تیموریان. تیموریان و سلجوقیان هم مربوط ترک تبارا میشه که ربط به اقوام دیگه ندارن. دقیقا ترک تبار، تیموریان، سلجوقیان، ترک تبار. باش من میره بینرسیم سلجوقیان اینا مربوط ترک تبار هستن. دقیقا ترک تباران اینا. لیجا میم صفحه بعدش، نورستانی، عرب، قرغیز، قزلباش، گجر. قزلباش هم از آز تباری به ما برمیگرده بیشتر دیگه، ولی خودش جدا حال میگیرم. قزلباش ها در افغانستان در کل شیعه مذهب هستن، در کل که سنی مذهب و اسماعیلی مذهب خیلی کم، یک تعداد محدود شاید در افغانستان در ولایت یک نفر دو نفر باشه، در کل شیعه مذهب هستن و در تبار ترک تبار هستن. دقیقا. ما پیش میرم، گجر، براهوی، اهل هنود، سیکان، سادات، اورمر، پراچی، کرد، شیخ محمدیان، شاخیلان، خلیلی، ترک، قرلق. قرلق هزار است. قرلق در کل هزار است. قرلق هزار. دقیقا. تاتار هزاره. هزار است. در کل هزار است. سایل کنین دوستا از من یک اپار بچه قوم به این خاطر روشنگری باید شد که بفهمین در زمان جمهوریت آقای اشرف غنی چی جنایت انجام داد در حق ما. مغول. مغول بخشی از هزار است. بعضی اکثر بخش از هزار. دقیقا. بخش از هزار. ما در او یادداشت که میرم به خاطر که لیست پس اون جور بکنم. ساکای هزار است. بله. دولت خانی؟ نه. تایمنی؟ نه. آلبیک؟ شاید تو باشه یه اوزبیک. اوزبیک هست. قزاق؟ سجانی؟ غزنویان؟ قوشخانیان؟ بیات؟ بیات هم در ترکتبار است، در بخش از هزاره میره، اکثریت خود هزاره میگن چون در ترکیه هم قطمه است، هم آهنگ هستن. بچه ها گفته دولت خانی و مزاره است، او را معلومات ندارم، شاید دوستایی خوبتر معلومات داشته باشه. دولت خانی هزاره است، خانی هزاره. دقیقا. میرم پیش، میگم من تایمنی هستم. تایمنی از کابل نام برده برادر، من نمیفهم ده تایمنی. آهو قوم تایمنی جداست کلن. بیم بگذاریم از اون. نکپای هزار از دیگه، یه نکپای خوازی از دیگه. نکپای هزار. میرم پیش، برلاس؟ نمیفهم. ایلخانی؟ دوستا عزیز در پایین هستین، من لیست اگر نامه رو میخونم، هر جا اگر هزار از اشتباه کنیم شما در پایین همکاری بکنید در کامنت ها. ایلخانی، یفتلی، لقیان، کاوی، قزل، هزاره است دیگه. کاوی هزاره بگی؟ کاویان. کاوی هم هزاره است؟ 100%. قزل هزاره، آبکه؟ قزل آبکه هزاره است. آبکه هزاره است؟ 100% که ما یک بخش بزرگی از بغلان هزاره های آبکه است. آبکن. جختایی یا جختایی؟ نامش از آرگیست نمیفهم اما. نه دقیقا. کرهی؟ گرهی. گرهی. گرهی از آره است. از آره گرهی. گرهی از آره است؟ بله. در بغلان در بین دوشی و خینجان هستم. دقیقا. کرملی خو از آره است. شیخ علی از آره است دیگه. ولی شیخ علی... ارته بلاقی؟ ارته بلاقی اونا بخشی از اونا نمیفهم. خواه یک ارته بلاقی داریم که اونا خود ترک تبار میگیرن که در بخشی از ایباقا میروه که اونا خود ترک تبار از ربط به هزاره، بعضی هاش میگن هستیم و بعضی هاش میگن نیستیم. خواه یک مشکل اک در بینشان هست. ایلخانی رو بچه ها گفتن هزاره است. ایلخانی هم هزاره است. من قبلا در یک جای خوانده بودم ولی دقیق مطمئن نبودم. حالا بچه ها تکی داره. اویغور یخونه سزاره، بابوریان، فرمولی،
گوار گوار؟ نشنده میرم گوار است یا گوار است من ایفام یک قوم جاش افغانی سبت کردم کوهگداری کوهگداری از آره است کوهگداری از آره است دقیقا سال کنیم میره دوستایز بچه قوم دخترای قوم خوستن شفغانی چی یک سیاست باید میکتاب بخوانو میره آقای یک تاجک تبار تاریخ نویس نشک آقای غلام محیدین مهدی که اندرابیس فکر کنم خود تا با قلندر گرامی میفهم بچه آتا نوشته کردن خوب سال بکنیم دولت اشرفغانی با اخذ فتوای علمی از مورخین اکادمی علوم افغانستان در یک اقدام کاملا متعصبانه و غیر علمی فارسی زبانان، ترکی زبانان و داردی زبانان را به اجزای فروتر و کوچکتر تقسیم کرد تا نشان دهد که در افغانستان پشتونها اکثریت هستند. این یک لیست در زمان اشرف غنی نشر شد که در این بین فکر کنم من اینا چند تا هزار به چند شاخه تقسیم کرده 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 16 قبیله ما هزاره ها را گرفتن 16 قوم تقسیم کردن یعنی هزاره را به 16 قوم تقسیم کردن تا بتانن در تاریخ ثابت بکنه که پشتون هایی که غلجه و دورانی و صدوزایی و هوتک و محمدزای و شینزای و تاوبالا هستن واره یک جمع ثابت بکنه تا ثابت بکنه که پشتون ها در افغانستان اکثریت است جعل تاریخ به این اندازه است اما روی است که قوم ها در پایین توی تفاهم نشود چیزی را که من میفهمیدم گفتم خب نگوین که بابا قلندر گفت اینی از آره است اینی نیست چیزی را که من آگاهی در بارش دارم خواندم امو را گفتم دوستا یک اون را گفته رویست که مثلا اینی را گفته که نیست من نیست نگفتم امو آگاهی که من داشتم امو را برتون گفتم خب من امیره میگم که سلام علیکم بیا پایین پرتو او بچه بیادب آرام باشه ایدقه آرام باشه ایدقه چوب باشه ایدقه بیادبی نکو یک دقه علی مو تو را بالا آوردم بخاطر که یک کمی بفهمی در جان چیز من اگرنیش تو فکر میکنی تو را بالا میرم من احترام میکنم در فرق میشانم از تو که از سگ دشمنم شرف میتونم تو بی وجدانه که به خاطر پول به صبح تا شام دو میزنیم تاجک گفته هزار گفته بزرگای تاجک هزار دو میزنیم چند تا افغان برد گفت میزنه دو دشنا میزنیم فکر میکنیم ما نمیفهمیم تو را احترام میکنیم جان اینا لگد دیگه است با قلندر این سیاست اشرف غنی بود ولی بیای میگه ده امروز تارگت قرار میده که ولا در فلانی ولایت رقمی سلب هویت کردن شما سلب هویت یک رقمی کرده در تذکره ولی شما در قانون اومدین هزار را 40 تکه کردین قوم ما را 50 تکه کردین که امروز متاسفانه میبینیم که امی اکثریت و اقلیت در افغانستان مطرح میشه اگر کل ما یک تبار ما یک قوم ما یک رقم حساب شد ما قطعا واضح میشه که ما چقدر نفوس داریم دیگه چرا یا ترس میخوره از نفوس ما چرا از هویت ما ترس میخوره چرا هزار به 40 تکه تقسیم میکنن این امی ظلم استبداد از زمان احمد شایب داری تا از زمان امی عبدالرحمن خان تا این سر روز ادامه داره دوست عزیز هر کی به نحو میاد تو را میکشه به چه قوم متوجه باشه شیار شو هر کی به نحو میاد سیاست خود سر تحمیل میخواد بکنه هیچ کدامش به خاطر وطنداری نمی حرف نمیزنه هیچ کدامش به خاطر از این نمی آید که بر تو وطندار شو یک کشور از حالت نجات بده کلش به خاطر جنایت به خاطر وحشیگری به خاطر از اینکه به سیاست قومی خود مطرح بکنه و کشور به گند بکشه نام کتاب چیست نام کتاب ضرورت بازنویسی تاریخ افغانستان در کتاب حتی احمد شاه ابدالی را نقد میکنه که تاریخ نویس های پشتون مثل عبدالحی حبیبی آقای حسن کاکر امو رقم کوزاد امو رقم فرهنگ غبار یا کلشان جهل تاریخ کردن احمد شاه ابدالی را سیل میکنی در یک جای دیگه حسن شاخه چی را گندم در فرقش نماندن روزی که به قدرت رسید او یک علف بود ولی یا به خاطر کوره یک کم سبغه قشنگتر بته میگه شاخه گندم صابرشاه کابلی در فرقش ماند حتی در مزار شیر سرخ بابا نبود او یک جای دیگه بود متاسفانه تاریخ جهل از بام جهل تاریخ آمدن امی کار را کردن که وطن آباد نشد ما از خود میشم با قلندر عزیز قربان دقیقا جناب علی عزیز سکو یکانه اینمی که شعروز ما بهم صحبت میکنیم دمی راست خواستا تاجکا پشتون ها همش وقت دنبالی برتریت و دنبالی هستند که خلاصه قوم ما نفوسش بالاتر از دیگرها باشه سعی کنین یک چیز واضح در
دایو زای در بین پشتون هزاره است که دیگران نداره. اما هزاره را قسم اینا معرفی کردن، مثلا دای یک شاخه از هزاره است. یعنی یک هزاره چرا دای میگن؟ من شاید بیشتر معلومات نداشتم، نظر با معلومات خودم میگم که از یخنگیری من نباشین، چون آنقدر مردم زیادی داشته که در داخل افغانستان، یعنی قومی پرنفوسی بوده که هر منطقه که مثلا اونمو منطقه مردمش ملتش زیاد بوده، بوده به یک بخشی از یک نام روش ماندن که خلاصه هزاره ها خود منسجم بگیره. اینالی اگر ما جوان ها خوستن حالی خوری سفیده ما به درد نمیخره، اونا وابسته به مناسته، اگر جوان ها خود ما و شما دست بکار شویم، مثل قوزی ما چیزی را که زیاد معلومات دارم 45,000 خانه علی برار تنها در بغلان است، تنها قوزی. شما تو اینالی مقایسه بکن که کاوی چقدر است، نیکپای چقدر است و ساکه و دله و دیگه و دیگه، اگه ای را ما جمع بکنیم تنها یک ولایت که به این حالت میرسه. اینا کلشان یک قوم است به نام هزاره. ای را چرا این کتاب را نوشته کردن و هزاره را شاخه هایش به قوم ربط دادن دلیلش چی است؟ بخاطر در وقت سروی اقوام در داخل افغانستان با ایجا خو ای سیاست مدارا و قلم بدستا با ایجا یک قسم دیگه تعبیر میکنن. مثلا اقوام افغانستان اگر ما تقسیم بندی بکنیم، سعیز گجور نورستانی اینا یک قوم مستقل هستن که نه ربطی با پشتون و نه ربطی با تاجیک و هزاره ندارن. اینها در ردیفی اونمو سرشماری یا نفوس شماری با اینمی مثلا در ایجا کهگده یک قوم ذکر کرده بود، قوزی را یک قوم ذکر کرده بود و هم سالی از او شاخه هایی که از قومی هزاره جدا شده را یک قومی مستقل ذکر کرده، بخاطر که هزاره را فرض مثال 100,000 خانش به نام کاویست او را میره یک قوم جور میکنه، یعنی 100,000 را کم کرد. همچنان یک دایی دیگه که در اینجا نام گرفته بود، اما این برای ملت افغانستان قابل اعتبار نیست. همچون کتاب ها و همچون طرز فکر ایگپا پیش خودشان باشه. کار ما چی است؟ نظر به اینکه من اوائل هم گفتم که من میگم من خانه اتحاد هزاره باید در هر ولایت در هر کشور جور بکنیم، به خاطر ازی که ما و شما یک خون مشترک، یک قومیت مشترک، همه چیزی ما و شما یکی است. من صراحتا بیان میکنم قسم چیزی که در جامعه اوجا ما زندگی کردیم و دیدیم که بودیم و بزرگ شدیم. مثلا کیها گفتم که من میگم من خانه قوزی ها، کهگدای ها، دله ها، ساکه ها، ابکه ها، اینها شش برادری که در یک منطقه آمدن و جدا از برادرای دیگه شدن، مثل دایزنگی و دایکندی و اینه 24 تای دیگه، 20 تای دیگه که است یا 18 تای دیگه که است، اینها از اونها جدا شدن. اینها یک روابط خونی هم در بینشان داشتن و دارن هم فیلحال هم که هیچ وقت اینا را از هم دیگه کسی پاشانده نتونستن. مثل من مثال واضح میکنم در بغلان برین که شما ببینین، هیچ وقت فکر نمیتونی که کهگدای از قوزی جدا باشه، قوزی از دله جدا باشه، دله از ساکه جدا باشه، ساکه از ابکه جدا باشه. هیچ وقتی فکر کرده نمیتونی. وقتی در جامعه بغلان تو وارد میشی، بچه کوگدهی و قوزی و دله و ساکه و دایمیرک کلش یک فرهنگ دارن، یک لحجه شان یکی از فرهنگ شان یکی از انانات شان یکی از برخورد تمام چیزشان یکی است. این مشکل ما در سمت شمال در راستای دایی نداریم. البته بعضی نفرا که تاجکا در بینشان خانه کرده مگه قوزی یک قوم مستقل است، حتی ایره ما وادار به ایش دادیم که یک قوم باید شوه، چون که ما را میخواستن وابسته به خودشان بدانن، یا همچنان کهگده میگن قوم مستقل است. ایره اشخاص دیگه مثل کلیغنی از سیاسیون تاجک و قلم بدستای تاجک کار را میکنه که با منافع قومشان تمام شود. ایتی اگر پاس علی برار ما آخری گفت من یک چی را بگویم می بچه ها تصل کنه دوستای عزیز کسیم پاین لایف، در زمان اشرف غنی به خاطر که بیای امیر رقمی سیاست شونیزم یا تعصبی قومی خود برتریت خواهی کاذب داروینیزم خود یا به اصطلاح هیتلریزم خود سر افغانستان تطبیق بکنه، آمد بدون معیارهای
علم انسان شناسی یا تبار شناسی یا قوم شناسی ما در جامعه شناسی یک مضمون یا یک دپارتمنت در پانتون کابل یا دانشگاه کابل داریم برام جامعه دپارتمنت انسان شناسی که 4 سال یک انسان میخونه تا انسان شناس میشه قوم و مسائل کلش دقت میکنه در موردش گپ میزنه. اشرف غنی بدون کدام معیارات از اینها آمد اقوام هزاره را به شاخه های مختلف فکر کنه میان 16 تا شاخه های هزاره را به قوم جدا جدا تقسیم کرده تا هزاره بتون نفوذ کم بکنه، تا هزاره بتون در اقلیت بگه ما پشتون ها در اکثریت هستیم، هزاره ها اقلیت است، یا مثال ترک زبان ها اقلیت است. این جنایت اشرف غنی کرد، قانونی کرد، قانون امضا کرد. اینی جنایت بر ما و بر هیچ هموطن ما قابل قبول نیست. ما وقتی اشرف غنی را معیار قرار میتم دیگه قرار نیست ما کل پشتون بگیم کار کرده اشرف غنی کار کرده و هیچ پشتون حق نداره به این مسئله گپ بزنه. به خاطر که من میفهم بچه آتم است، ما از او از یک پدر هستیم ولی او را یک قوم ثبت کرده، مرا یک قوم ثبت کرده. او یه اشتباه است، جنایت است. این می هویت تاریخی زدودن یا سلب هویت انسان ها را گرفتن است. ما نمیتونی کشور با این رقم جعلیات تاریخ پیش بری، نمیتونی یک کشور با این رقم تعصب، با این رقم فاشیستیت، با این رقم قتل یا سلب هویت تو یک کشور بسازی. آقای اشرف غنی و هر کسی دیگه می در قدرت، واقعیت افغانستان این نمیست که هیچ قوم اکثریت نیست، هر قوم تاریخ داره، بر خود فرهنگ داره و همه باید احترام شوه. اگر سرشماری میشه باید دقیق سرشماری شوه، معیارهای علمی و اکادمیک برای یک قوم باید در نظر گرفته شوه تا بتونیم یک قوم ثابت شوه. در غیر صد کمره بکنی بازم ما مثل جریانهای آب هستیم که همدیگه را پیدا میکنیم، ما شناستیم. امسال این کارا بکنی سال دیگه نمیتونی، 10 سال بعد دیگه نمیتونی. دنیا ترقی و پیشرفت میکنه، مردم هوشیار میشه، وقتی هوشیار شد به اصل خود برمیگرده، سوال میکنن که در کجا شد. متاسفانه نشه که 100 سال بعد هم تو یک تاپی تاریخی خیانت به فرق تو بزنم تا این سر روز که میکار شده. او برادر پشتون خودت دورانی است، غلجه ای است، باز هر کامز در درون خود اقوام های مختلف، قبایل مختلف داره. اگر او رقم باشه خود تو 100 تا قبیله درون خود داری، هنوز هزاره به 16 قبیله تقسیم کردیم، ما خود تنها 21 دای داریم، هر دایش بالای 20 یا 30 تا قبیله دیگه در درون خود داره. خود اینجا با سو عدالت رعایت نکردی، با این رقم اکثریت سازی جعلی تو نمیتونی قوم خود در کرسی بشانی. گیرم تو همی کار کردی آقای اشرف غنی، ولی کشور را بر کجا رساندی؟ چقدر اتحاد و قوت آوردی؟ آیا هزاره را حذف تانیسی نتانیسی؟ آیا تاجک حذف تانیسی نتانیسی؟ آیا قوم خود بالا آوردی برای شکل مشرف خانی بالا خوبتر تا ساختی نساختی؟ فرار کردی، امروز یک گروه به نام تروریست آمده این کشور به بدبختی رسانده. با این سیاست هایی که به نام داروینیزم یا هتلریزم برش میگه، یا به اصطلاح استالینیزم میگه، یا فاشیستی برش میگه، به خاطر که خود بهتر جلوه بیتی، بدیای خود پوت میکنی، خوبیای دیگرها را زیر پوت میکنی، به خاطر که تو همو کمیای خود بالا بره و تو رو مردم خوب بگه. این رقمی نمیشه برادر. خوب خودت خوب جلوه بیتی، این کشور با این اکثریت سازی و اقلیت سازی آباد نمیشه. کشور با این آباد میشه که تو ساختارها رو جور بکنی، عدالت اجتماعی رو تامین بکنی، حقوق شهروندی رو محفوظ نگه داری، تعادل فرهنگی یا عدالت فرهنگی رو ایجاد بکنی که زمینه رشد و بالندگی تمام فرهنگا یا خرد فرهنگایی که در درون افغانستان است که از پشتون شروع تا مگجر رشد بکنده این کشور. این مسائل سیاسی است. تا این مسائل هر کس در افغانستان به عنوان زمامدار یا زمام امور به دست گرفته رعایت نکنه، افغانستان نمیتونی از کشور از این حالت بیرون ببری، از این بحران ها نجات بدی. این یا پایه های یک کشور است که کشور میتونه آباد بسازه. من تشکر میکنم از کل بچه ها شنیدن، منتظر ماندن با وقتران در آخری کوتا اشاره میکنم یک چیز را بعدش نونده شافیم و نور پروان و عمر قرار میگیریم. سعی کردن تا ایدم ما ذهنیت سازی را بسیار خوب پیش بردیم، اما ما فیلحال یک پای پیشتر موندیم روی سیاست داخلی، البته در داخل منطقه سوی تفاهم براتون پیش نیاید. ما وقتی که در داخل اندراب ها در راستای ازاره و تاجک داخل شدیم و در 2 سال یک چیزی را بسیار خوب ما متوجه شدم و خیلی یک برداشت خوب از او بین کردیم که چند افرادی محدود این کارها را دامن میزنه و پیش میاره و اکثرا مردم اندراب تاجک و هزارش موافق با اونها نیست و اونها خائنین وطن بودن. از این بعد ما قسم میم صحبت میکنم که نه از من
ما دشمنی ما تاجک و پشتون نیست. ما خودم باید خودم بشناسم دشمنی ما کی است و کی مرا تخریب میکنه، کی مرا خراب میکنه، کی از ما استفاده میکنه. ما کسی را تارگت قرار نمیتم دشمنی ما است. مثلا از اندراب کی است؟ تاجک اندراب بد نیست. در کل اگر بگویم چند نفر است که مثلا وابسته و منتظر و مستوانه است. یکی به نام خانواده موسینی است که در دوران انقلاب و در دوران مسعود وابسته به مسعود بود که اونا را کس در اندراب نمیمون که رسول موسینیش مرد. یک دانش به نام مصطفی واشل میگن او آلی بلنش ده که اونا ویدایش هم برامد که احمد مسعود در ماه $20,000 روان میکرد که زمینه نفاق و زمینه کتمان کردن هزاره را که با پای تاجو ختم کنه در بخش رواندی سبز. این هست یکی به نام خلیل است و یکی به نام ملا نازک است و چند تا دیگه. و اونا چی میکنن؟ در تیک تاک ها نواسه هایشان و بچه هایشان روان کرده دنبال فاشی. از این بعد من قسم شما فقط بیننده باشین که من اینا را چه قسم آدم میسازم که بسیار بیان مستقل در داخل تیک تاک و در داخل منطقه معذرت خواهی بکنن. بدر چه زمان تو که اندراب خر دور از دوران دور همی پدران همی بی غیرت پوینت پارتی مدرگا بدر همی که مرد هستین در تیک تاک خواره تا گجر برده و دینه ما دور دادین. خود چرا همی نام بدگی اندراب بیرون میکنین؟ ما دوست ندارم راز اندراب بیرون شوه. خواره قای گجر گیر آمد همون قرارگاه پیش ما بود. همی تو گردنت بسته 15 روز پیش من نگاه نکردم تا همشیره در داخل رسالی نبود. خالی شما میل کتا کتا میگین ما قای کی عبدیم گپی ما قای کی است؟ گپ ما قای مصطفی قاسانیت است. موش مصطفی موش فروش است. خب صحیح برات بگم آره میگه ازاره موش فروش میگه. اگر ما نام موش بگیرم مانی میتاجک پایش در عرضه میره متوجه باشین. مرا ازاره موش خور میگه. اگر ما نام موش بگیرم اگر نام موش ما بگیرم با والله با بالله نمیتاجک پایش در عرضه میره با قرآن بغلان گفته مردکم گریان رو نگنم. نه ما طرفداری گپ نیستم. ما توهین کرد ما نباید اصل تاریخ ما خبر دارم. یک نام پسوندشان به نام موش است. اگر وقتی که اینا دامن میزنن اگر ما بیایم بگم ما موش خور با قرآن اگر از آره خفه شوه یک نفر یک قوم دیگه خدا میکشه با اوجه. چون یک کاری کردن به نام موش که اونا خلاصت پیش ما ثابت شده هستن. نکنین روی تون خدا ببینم و شب هم دادم و دین روز علی برال ما دقت از اینا صحبت کردم در گروه واتساپشان گفتم نکنین با خدا قسم اگر شما ادامه بدین قسم ما با پیش برویم که با وقت شما خودتان مجبور میشین که بین یا معذرت خواهی بکنین یا پشیمان شوین یا بین حقایق بیان بکنین. من در تیک تاک یک نفر سعی را نمیبینم که برادر با ما میگن تو والا پارشگیری کردی. همی که با موازیر امیلای که بچه قوم خود میزنم. ای چوچه جوگی دلا کبی برای گوش بگی پیش بچه قوم میزنم. تاجک برای چی میگه؟ تو یک بارشگیری بودی. با افتخار میگم بارشگیری بودم. با والله با بالله قسم منه ای ویدیو ما ریکارد بگیر اون بکو او تو زدنی تاجک نبود دما جزیه نتا. امی تو واضح ترو براتون گپ میزنم بچه قوم مستی میگه پیش بچه قوم حق بگو پیش دیگر لاف بزن. امو زدنی تاجک نبود که با ما جزیه نتا. چی از مردش چی از زندش چی از خوبش چی از بدش به جزیه شما میگرفتم. اولیش سودا میکرد مجبور و مکلف بود در روزه ما میامد 5000 افغانی میداد. چرا اولیش سودا کرد تا کنترل نبود. من فکر میکنم خیر این کارا نباید شود. دوباره با وقلندر بچه ها تا خوب نیست میگه پار ادامه بده. گپی اصلی در جاس علی برار خواب چی میگه؟ گپشون چی است؟ ما در دوران جمهوریت چوچه امرلاساله بودیم، چوچه مسعود بودیم، شما بارشگیر بودیم. برادر اگر در راستای اگر ما در اندرابی هست که میل لپایی کلتان جمع شدین من میفهمم میل لامای تان نمه مالام شده رویست با شما میگم گفت ما شما چی بودین؟ شما غلام بودین؟ شما نوکری مردم بودین؟ شما نوکری امرلاساله بودین؟ شما نوکری روان سبز بودین؟ شما نوکری جمعیت بودین؟ ما خو در تو ثابت شده هستیم. من با افتخار میگم یک مسئله بودم. با افتخار میگم یک بارشگیرت بودم. اما یک چیز فراموش نکنی. ما وقتی که من در راستای قومیت خودم کار میکنم اول ما از کمک و توانای خودم پیش میرم. در مقابل اندراب و در راستای اندراب بخشی از آره و تاجک ما هیچ وقت کمک از قوم نمیخوایم. از قوم که بیا تو قدیمه کمک کن چون زور ما و تو با هم دیگه معلوم است. اونمو بارشگیری اونمو زورگویی اونمو غلدری امروز هم ادامه داره فردا هم ادامه داره. با مو قرآن قسم اگه ما اندک کاری بکنم خودت میفهمی چی کار اندک گپی را بزنم که اگر اونمو طالب بفهمه
وقت باشد زن و دخترتان پیش ما زاری بکنه. اگر با ما پای ما داخل افغانستان یک نفر ما محکم شد، با وقت شما مجبور یا کلا فرار بکنین یا دیگه جای دیگه، چون بیرحمی ما را با شما دیدین که چه قسم بیرحم هستین، مورا یک و یک میفهمین. من نام از مصطفی میگیرم، تو تاجک پدنالت سرصدایت میبره. چرا سرصدایت میبره؟ مصطفی خان کسی است آمده و تراندراب خودش نه نفرای شروان که شورانوزا را دفتر شروان که گفته بود که باید تذکیرها هزاره زده نشوه. وقت ما با دولت هم مشکل داشتیم، با طالب هم مشکل داشتیم. اینه خلیلت کسی بود که خلاصه تا بگه پشتی صدر پی بچه مسود و شورانوزا خواه است که دمه چی وقت صدر پر آن میکنم باید تاجکستان چکر لبی سایل براوم. خوی ربطی به اندراب نمیگیره. اگر تو مدافع اینمی کلانایی که نامش هم من میگیرم درباره اندراب مدافع شوی، با او با ما بد قطع تو دیگه کدام دوستی و رفاقت ندارم بیادر. با کلتان خبر کدم، هر اندرابی بود در گروپایتان خبرتان کدم، کماندان تا، دگروال تا، جنرال تا، مدیر تا، رسوال تا، ملای مسجد تا، یک یک تا خبرشان کدم علی برار. من یک مفت نمیم پیش تو آمداشم، ام یک یک تا در گوشی کلش گفتم، گفتم سندتانه در تیک تاک جمع بکنین. امی سندایی که یک دوران روس در افغانستان آمد، قدی زنایتان اندیوری کده بود، یک در تیک تاک آمده برای هزارت توهین میکنه، گفتم سندتانه از تیک تاک جمع بکنین. یک بار، دو بار، سه بار برشان تاکید کردیم که امی کار خواهش کردم. ملای مسجدش بوده، 1200 نفر نخبه اندراب بوده، برشان گفتیم برادر امینایتان جمع بکنین. اینالی از این بعد ما یک قسم دیگه پیش میرم. ما که گفتم در دفترها را باز میکنم، این دفترها به خاطر کدام چیز دیگه نیست. بچه تاجک بدور از سیاست مدارت نسل جوان، گپی ما در توی است. امی دیدی که هزاره بود، قوزی بود، دله بود، ساکه بود، این رقم پیش برو، ما بیادرت هستم، ما رفیقت هستم. گفت ما تاجک هستم. بگو گو خوردی پدر ملت، تو چرا قومت اگم که تیز برو در قومت برو، وابسته به قومت باش، این رقم قطعی ما پیش برو. تاجکی تو آمد هزاره، گفت من میمونم. اونو اخمو تو رفیق میشیم، همسنگر میشیم، برادر میشیم، در غیر صورت علمی رقم میدامه دارم. مش نمید دوستای دیگه علی برو سلامت داشتی. تشکر با واقعا تشکر از تمام دوستایی که بودن تا حال را. من خواهش میکنم دوستا با هم دیگه حرف بزن، حرفای خود در قالب ادب بیان میکنه. نور پروانی خودت بعد از عمر عزیز خوش آمدید میگم، کل دوستایی که در بالای با من خوش آمدید. نور پروانی بفرما. سلام برس علی جان، امید که خوب است. سلام احترام دیگه، سلام به قماندان بابا قلندر اندرابی ازاره عزیز دیگه و دیگه دوستا. تشکر که بالا آوردم. زیاد گمی نامای لیست خوانده رایی بود، امی قوم امی شاخه های ازاره را که جدا کردم، او کدام مثلا در سیستم تذکرگیری او را جدا کرده، اما او کارایی نداره، شکست خورده زیادترش. اما اگر 20 تا اگر نظر شده باشه، اگر او را جدا کرده باشه 19 در 18 دانه از او شکست خورده، از اول شکست خورده و دیره کلگی میفهم یک کش از طایفه های خود ما برمیگرده که او شکست خورد جا و جای در مثال دیگه. ای از آره قوم بزرگ است، درست است تا بلندی داره، اما همیشه سر پای خود استاد میشه. دیگه سمت شمال هم دیگه حال ما خیلی امید زیادتر داریم. خوب شده همی رواندی که همی بابا قلندر که ایجاد کرده بود و دیگه بزرگواره دیگه خیلی خوش هستیم دیگه. ما از ما خودم همی شیخ علی را که گفته جدا کرده، مثلا شیخ علی کال خودش قوم نیست، یک جا یک نام است، یک جا یک محل است دیگه. این یک نفوذ زیاد داره که تنها در پروان نیست، زیادتر نفوذ از این در قندوز است که نیم قندوز شیخ علی است. این را میفهم اگر یک دانه اولاد دیگه جدا کنه شیخ علی است، اولاد شیخ علی قندوز است که نفوذ نیم قندوز شیخ علی است دیگه. در بغلان هم رقم دیگه این جدایی نداره. مو بچه هر وقت گفته در موبایل خود که هستیم دیگه، روابط خوب است، کل چیز خوب است، یک ذره می تابلندی خوب شه، زاداره قدرت بگیره. افغانستان دیگه زیادترین نفوذ از آره از قدیم داشت، این مال ما هرچی نسل کشی کده از آره نفوذ بالا را داره. کمی دقیقا سلامت باشه یعنی تشکر بسیار که افتاده بود متاسفانه در زمان جمهوریت بود و ایره آقای غلام محیدین مهدی یک از نویسنده های تاجک تبار یک از کتاب های دیگه شما خونده بودم برام زبان و تبار هزاراست که بالای 700 صفحه است و کتاب جامعه است. در او کتاب خود بیان میکنه، خودش اعتراف میکنه که هزاره ها در سمت شمال سلب هویت شد یا انکار هویت شد متاسفانه و این جبر تاریخ یا جبر زمان سر از جای فشار آورده بود. ولی امروز خدا رو شکر میگه هزاره با او اقتدار رسیده. ولی در کنار دیگه کتاب دیگه را که جدید نوشته که
واضح یک کتاب بسیار تحقیقی است و علمی است، یعنی جعل تاریخ، مگر نباید ما با جعل تاریخ زندگی، باید تاریخ اثر بخوانیم، بازنویسی بکنیم، جای کشته و جور بکنیم. و یک قانون که اشرف غنی در زمان جمهوریت تصویب کرد متاسفانه بدون معیارات علمی و انسان شناسی یک اجتماع، یک جامعه شناسی بود. فکر کن قوم ما را به 16 تکه تقسیم کرده و این جرم جنایت است. ما را بخوای خرد بکنه برا، تو بزرگ نمیشه با خرد کردن ما. تو وقت بزرگ میشه که دیگرا را در کنارت بالندگی بتی، به خاطر که اینجا تاریخ دارم، فرهنگ دارم، هویت دارم، همه چی دارم من. این مسائل متأسفانه اشرف غنی کرد که خودش هم در روزگار شوشتناک گرفتار شده، در امروز دچار افسردگی و شدید در دو هسته زندگی تنهایی را به سر میبره، دور از وطن، دور از زندگی و دور از همه چی. تشکر میکنم عمر جان، نوبت خودت است. یک کتاب نوشته شده، کتابای ازاره‌های اهل سنت در کتابش نوشته شده، اونم را زیادتر تجربه بتین، اونم را بخونین دیگه. اون کتابی که دولتی که علی قوم نوشته شده، اون کتاب خوب است، همیشه از منابع دیگر را خوانده شد و منابع خود ما نکنین. یک چیز نور برار باید بفهمی، تنها درباره از اون رسمت یک کتاب نوشته نشده، یک کتابی را نوشته کرده به نام پروفسور دراک، یک از پروفسورهای ترکیه است، یک خانم است، تو البته ترکیست، پیش ما کتاب موجود است که ما دنبال ترجمه‌اش هستم، دادیم چند نفر ترجمه کرده رئیس. او از کتابی که درباره از اورای سنت استاد شریعتی نوشته، از اون واضح‌تر نوشته کرده، چون که خود استاد شریعتی هم گفته که مشکلات زیاد در کتاب است که مثلا آگاهی زیاد نداشته. اینی کتاب که ما یکمی روش کارم کرده رایستون بخاطر ترجمهش بود، بعدش چاپ میشه، ترکی نوشته است البته، میخوایم که امیره دری نوشته بکنیم، اینی خوبتر نوشته شده. و یک دوست دیگه ما درباره صحبتایی که دیسه سال ما کردیم نوشته کرده رئیس، و یک کتاب دیگه هم زیر کار است، بزرگترین فرصت بخیر به چاپ میرسه. کرم دا پاکولی تا تو چی هستی؟ کرم هم نیستی؟ چه با تو خیر از این گپ میگذرم به در دوان ازم گول میدی، یک ساعت منتظر میشنی که بیای بالا گپ بزنی، دو میزن چقدر بیاده. پس عمر جان نوبت خودت است برادر. سلام و عرض ادب بابا قلندر گرامی، علی جان، حضار گرامی در بس، کسایی که بیننده هستن در لایف، علی جان قربانت برادر که وقت دادی. بابا قلندر، ما از بولاهایت هستم، از قوم ترک و ازبک هستیم، و ترکمن و ازبک و ترک اینا. در لابلای صحبتهایت از قوم تاجک و از پشتونا در بغلان یاد کردی. برادر، از ترکایت، از بولهایت چاد نمی کنی که در بغلان حضور دارن، در ولسوالی برکه و ولسوالی های دیگه خودت بیشتر می فهمی، از این برادرهایت یاد نمی کنی. قربان شما، ما از این خاطر بالا هم آمدم. و عمر عزیز با مذرد همی گفتی دارم جواب بتم، یک خانه ازبیک در اندراب است، ما قومیت یزی را بیان کرده رایستم، تمام تاجک تاجک تاجیک اندراب در مقابل ما استاد شده که ازبیک وجود نداره، چون ما مشخصن یک خانه ازبیک تا در اندراب ما داریم، و در بیشترین ازبیک های ما در برکه نارین است، در شاری کونه است، ما خیلی قطعنا یک روابط خوب داریم. البته قربانت، یک مسئله هم یک خانه ازبیک شم برابر است با همو صد خانه دیگه که از وطن فروشا کرده بالاتر میپندارم ما همو ترک، چون در ترک در وطن پرستی و اینا معلوم است بر خودت، و خصوصا بولهایش همیشه در پالویش بوده. در موضوع امی قوم که از آراها را یاد کردی برادر، موضوع قوزی را گفتی، بر ما خیلی این کلمه شیرین است، بخاطر چی که این کلمه از زبان ما هست. و قوزی میفهمی که اگر ریشیابی بکنی در ترکی چی معنا میده؟ امیر توضیحات داده میتونی در موردش؟ سایکو عمر جان عزیز، درباره قوزی سایکو یک چند نامه که من میگیرم، قوزی، دهن، مثلا سای اخلر، اینی مثلا چندین نامه دیگه است که در اندراب اوجا ما داریم، نامه ترکیست. البته چیزی هم اخبار و چیزی که قوم پرست از گم بخیب کیرم نوشتم شده که در بخاطر که پیش شوران در اونجا ترکا زندگی میکردن، با او خاطر نوشتم شده در بارش. البته ما واضح میگم قوزی، دانیسای اخلر، ای اخلر، کمی اخلر، اینا کلش کلمه ترکیست که در اندراب است. ما چی میخواییم بگویم با ایگه؟ میخواییم بگویم که یعنی اینها هم به یک نوی اتمن از ریشه ترک هستن که کمچون کلمات شان قومشان به منامه یاد شده،
و ما میخوایم یک سوال عمده بابا قلندر که در مورد لابلای چیز خودت یا علی جان اگر صحبت بکنی سرش وقتی که فرصت شد، در مورد همی که هزاره ها زبان دری زبان چی وقت شدن و پیش از او زبان اصلی از اینا و ریشه قومیتشان به کجا میرسه، از کجا سرچشمه میگیره و جبر تاریخ چطور زبان از اینا را به فارسی یا دری تبدیل کرده. ما میفهم که هزاره ها دربار داشتن، سلطنت داشتن در سمت شمال، جنگیدن هم و امو مسائل جبر تاریخ بالایشان عملی هم شده بیشتر از دیگر اقوام. منظور ما ای است که چگونه اینا امو زبان خود از دست دادن و فارسی شروع کردن و مثل که امان هزاره اگر در یک بحث حضور داشته باشی در بحث پاکستانیا بود که خود از شیبانی خان یاد میکنه و میگه که من از نواده های شیبانی خان هستم و طور خود به ترک و روسی ترک و ازبیکا و ترکمنان خود ربط میتن. اگر سر از این بحث شوه، من میگم که حالا مثلا در بین اقوام هزاره ها ترکمن ها زیاد تخلص دارن، ترکمن ها وجود دارن، هزاره های ترکمن و اینا، پس به این منظور که یک ریشه یابی شوه بیشتر، من میگم نزدیکیت شما اگر جز زبان دری یا فارسی با تاجکان نبوده باشه، دیگر نزدیکیت شما با تاجکان نیست و بیشتر با ملیت با مردم ترک است شما، چون میالم که در زبان استفاده میکنین، دری استفاده میکنین، مثلا پاش، قباغ، لای، گل، آجه، آپا، اینا کلش کلمات ازبکی است. من میفهم در این مورد اگر در این مورد باز فرصت بود صحبت بکنی یا شنونده هستیم باز بس. با تشکر عمر عزیز، سلامت باشی. البته یک چیزی را که من اشاره بکنم برای تو این است که خب بعضی از تاریخ نویسا یا پروفیسورایی که در بین هزاره ها است، هزاره ها را به گونه های مختلف تقسیم کردن، یکیش مثلا مغول گفتن، یکیش چنگیز گفتن، اما نظر این نظر شخصی خودم است. بازم میگم بچه کام قلندر یک موضوع دیگر میخوام سوی تفاهم نشود برات، مغولم بگویم، مغولم بچه کاکای ترک است برادر. بله سگو سوی تفاهم برای بچه کام نشود، نظر با معلومات، نظر با مطالعه من بابا قلندر، ما در قومیت قوم هزاره و در تبار ترتبار هستم، چون ما روی ترتبار بودن در ترکیه خیلی کار کردیم و زحمت هم کشیدیم روش، که البته با پروفیسورش هم صحبت کردیم و شیشتیم و حتی همین نو چند دقیقه پیش یاد کردم از من هزاره سمت شمال که کتمان هویت بودم، پروفیسورای ترک درباره من کتاب نوشته کرده که من نام کتاب هم یک روز ابو کتاب دلایف هم موندم که در خانه دیگه هست، من فردا بیارم دوباره دلایف برتون نشان میتونم، به نام پروفیسور دراک، یک از پروفیسورهای ترک است که به نام ما کتاب عطا نوشته و خیلی هم واضح نوشته. درباره زبان گفتی، ترک زبانش اینه است که در کل یک زبان باشه عمر جان، بخاطر که ریشه های ترک در کشورهای مختلف است، مثل آذربایجان و ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و کشورهای مختلف دیگه هم از ریشه های ترک تبار ما داریم که زبانهایشان فرق میکنه. درباره زبان گفتی، زبان هزاره در کل زبان دری است که بازم نویسنده و کسی که بنیادگذاری زبان دری یک از بزرگ مردای ترک تبار بوده که این باید همیشه وقت گفته شما. و این اگر اشاره با تاجیک و پشتون در زبان کدام مجید ندارم اصلا. من یک چیز اشاره بکنم بچه ها تا دای خوزه امو رقم کتاب سراج التواریخ جل اول یا جل سه یایش بخونید، در کل همین دای های هزاره تقسیم کرد. دای خوزه یک از دای های هزاره است که مثل دای میرگ، دای میرگان، دای میرداد، دای کندی، دای زنگی، اینا کلش دای های هزاره است که در کتاب سراج التواریخ همین دوازده دای بیشتر تاکید میکنه، ولی میگه آقای مرحوم فیض محمد کاتب هزاره دانشمند توانای ما و شما، میگه که از این دایه ها قبایل بسیار زیاد دیگه هم نشأت گرفته که در تمام مناطق افغانستان و حتی در خاورمیانه تقسیم شدن بنا به جبر تاریخ، اینا رفتن در کشورهای مختلف. دایه خوزه یک از دایه های هزاره است. جان هزاره، میخوایم یک چیز برای مورد بگویم، حتی ما در ولایت فاریاب ولسوالی اندخوی یک قوم یک کتله از دایی ها را داریم. ما هم ازبک ها
دایی داریم، دایی امو منطقه شان فرض بکو امو طرز لباس که هزاره های ما دارن، امو شکل طرز لباس، امو تاقین و امو مسائل فرهنگی خود هنوز هم نگاه کردن. و در مورد قوزی ها بگویم برد، قوزی یک قول بزرگی است و ای در موردش مثل که بیات هایی که در غزنی هستن از ریشه ترک به مون شکل جدا شده. و ای ما میگم اگر مثل که بابا قلندر گفت اگر تحقیقات صورت بگیره هزاره از من ترک است و برادر از تاجک نزدیک، از تاجک که بیشتر بر من نزدیکیت داره، تاریخش، شاهیش، سلطنتش، همه چیزش، منطقهش و فرهنگش، حتی کلماتی که استفاده میکند سوچه فارسی نیست، او دری است، دری که سلطان محمود غزنوی بنیانش گذاشته، دری که شاهان ما، سلطان های ما برادر تا هند از این طرف، تا هند از اون طرف، تا افریقا را بالای این زبان حکومت کرده. ایران به خاطر که زبان دینی ترکا عربی بوده وقت و این مسلمانایی را که در هند میبینین از برکت ترکا بوده و تا افریقا مو شکل و زبان کتابتشان، اداریشان دری بوده، زبان جنگیشان ترکی بوده. و ما از بزرگان خود یک گله داشتم، کاش که مثل امروز که جبر که صورت میگیره، کاش اینا هم جبر میکردن زبان امون منطقه را که از دستشان میگرفتن، بر جبر سرشان ازبکی و ترکی که صحبت میکردن، باز امروز از من ترک و از تو هزاره کلگی خوش میبود در جغرافی افغانستان. اما خوبی شاهان هزاره و ازبک و ترکی میبوده که جایی که اینا فتح میکردن بر تعرض بر فرهنگ و زبان نداشتن هیچ وقته و همیشه مردم ها به مو کلتوری که بود، به مو فرهنگی که بود حمایت میکردن، شعرهایشان را تشویق میکردن، با جایی که جبر و ظلم شوه و تاریخ از اینا را، آثار از اینا از بین ببره، بر از اینا تشویق میکرد، میگفت نوشته کو بر زبانت و امو طلاها ها و امو سکه ها و امو جواهرات هم برش میداد که امرار معیشت و حیات بکنه و خدا در سلطنت و ترک هزاره خدا راحت ببینه و جانش در خطر نباشه. حتی در سرای خود برشان جای میداد که شما اینجا آرام و آسوده نوشته بکنین به فرهنگتان. اینی از ترک، فرهنگ ترک، اینی از فرهنگ هزاره. و گفتنیم هم اینقدر بود، میشنویم از بزرگان دیگر. با تشکر. در آخری، در صحبت های آخری که یک چیز را اشاره کردی که مثلا هزاره ها از ترک هاست، اما این را یک قسمی باید بگم که ذهنیت سازی شود. اول پیش از تبار به ما قومیت مهم است، این را باید در کل بفهمه بچه قوم، بخاطر چی که من هزاره فیلحال در راستای تبار مشکل ندارم، که در داخل افغانستان که ما در راستای تبارم مشکل داشته باشم، مشکلات ما در داخل افغانستان از فیلحال نه، از 380 تا 290 سال به این طرف روی قومیتم مشکل بوده که ما با پشتون ها، با تاجک ها، با اقوام دیگه درگیر مسائل قومی بودیم. و اگر تبار ما ترک تبارم باشه و یک چیز ناگفته نمونه که یاری ما باید زیاد تمرکزی ما هزاره ها روی قومیت ما باشه، بخاطر از اینکه اگر از دیدگاه تبار ما بریم با چندین کشورهای دیگه هم است که به تبار به ما یکی هستن، اما دوستی ما خوب است، مثل که پشتون ها با پاکستانی ها و دیگه لروبر هستن و تاجک ها با ایرانی ها که هم تبارشان است، مثلا فارس و فارسی زبان هستن. خب ما هزاره ها در اولیت قومیت، بعد از قومیت با ما بخشی تبار خود میتونیم خوبتر پیدا بکنیم. ولی برای ما اثبات شده که ما وقتی که من بچه هزاره یک قسم با یک ترک، با یک ترکی صحیح که ما در صفحه رسمی فیسبوک هم پست کردیم، وقتی قطعه من ملاقات میکنم من بچه هزاره که یک علامه را که نشان میتونم، البته ما تبار خود پیدا کردیم که تبار ما چی است، که ما علامه تبار خود ما اوجه درج میکنم. در اکثریت جای ها و مبارزات ما باید روی قومیت باشه، چون که مسئله تبار مسئله بعدی است، قومیت برای ما مهمتر از دیگه پاست. اما ازبک ها، ترکمن ها در داخل افغانستان همیشه وقت با هزاره برادر بوده و فیلحال هم برادر است و تا زنده باشیم دوستی ازبک و ترکمن و مثلا ایماق ها و قزلباش ها و اینا را کس از هم باشنده نمیتونه. سلامت داشتی عمر جان، تشکر. و قلندر نازنین میمانای جدید خوش آمدید. نوبت از مکس است. مکس عزیز بفرما. سلام، احترام.
سلام احترامات علی جان برای خود و بابا قلندر و دوستایی که اینجا هستن. سلام احترام و تقدیم میکنم. سلام احترام. من هم از این بالاهای شما هستم، ازبک هستم و افتخار میکنم و بچه‌های هزاره و همین 20 سال است که من مثلا در افغانستان هم که کلان شدیم، دیدیم که بچه‌های هزاره چقدر زحمت کش هستن در باره که درس بخوانن و در باره چی. من وقتی ترکیه آمدم، من فعلا هم در ترکیه هستم، من اینجا با گروپ هایی هستم که مثلا به ترکی، همون ترک بودن خود، برای مسئلیت خود کار میکنم و اینجا هستیم. از من میشه سوال میکنم اگه اقام از بنام هزاره او ترک ما چه قسم از گجا هست؟ سعی کنین اینا اگر شما هم نرفته باشین، اینا هم او را تلاش کردن، چی کردن، شاخه ها را پیدا کردن که قوم بنام هزاره است و چیز از این ترک است. از ما پرسان میکنن و ما هست گفتم هستن بچه ها را آوردیم در گروه صحبت میکنن و به کنفرانس ها میرن شرکت میکنن. بسیار خوب است. امی خوب است که اول امی گفته بابا قلندر که قوم باید بین هم جور بیاد. امروز سعی کنین ما شما را پارچه پارچه کرده رئیس به هر نام و به هر چیز. امروز من ازبک با ترکمن جنگ میندازه، تو هزاره را بین خود جنگ میندازه. باید ما شما اول امی قوم خودم محکم کن، مستقر کنیم، دیگه ما خودمو کی بستیم کی نیستیم ما را بفهمیم، میشه دوست دشمن خود را بشناسیم که امروز بسیار پلانای بسیار شوم جریان داره در او کشور. بخیر سلامت باشیم. سوالا را بیشترش عمر جان کرد و گوش کردم. بخیر سلامت باشیم، میخواد صحبت بود. تشکر. آرام باشی بولین آقاین، سلامت باشی. تشکر از زور خودت. داوی جان سلام احترام، خوش آمدی. نوبت خودت است وطندار گل. سلام و عرض و ادب خدمت ولی الله جان، لطفاً صبر کن، نوبت داوید است. معذرت میخوام. قربان شما، درود خدمت تک تک شما بزرگوارانی که در لایف در بالا و پایین شوننده هستن. عزیزان گل، من خواستم در این مباحث دوستا شرکت بکنم، از بخش نظرات شخصی خود با دوستا شریک بسازم. البته در موضوعات من هیچ مشکلی ندارم. جامعه افغانستان یک مقدار اگر بررسی بکنیم، بدبختانه در جامعه ما تولد شدیم که جامعه قبیلوی و سنتی در حاکمیت یک دیدگاه بسیار فاشیستی در مدت‌های تاریخ بودن و تاریخ افغانستان در مجموع ببینیم با جهلیات به شکل و گوش و هوش ما اینا فرو کردن. با اون لحاظ مجبورن در قرن امروزی که ما حداقل از علم و نگاه علم شناسی و جهان بینی با جایی رسیدیم که حداقل معیار ما معیار انسانی است، ولی بدبختانه در جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم معیار انسانی در اونجا مطرح نیست. با اون لحاظ ما مجبور هستیم در بعض موضوعات زبان بکشانیم. ما هیچگاه مخالف اقوام دیگر نیستیم، ما در برابر این نیستیم که برتریت داشته باشیم و در زمانی هستیم که امروز مردم ما بر جایی رسیدن که هزاره بودن به اصطلاح جرم نیست. هزاره بودن یک افتخار است، افتخاراتی که امروز با قلم، با هنر، ادبیات، با فرهنگ، ورزش در تمام عرصه ها در کشور ما اینا نمونه های دادن و هیچگاه در تاریخ افغانستان کدام سرخمی در پیش اقوام دیگر وجود ندارن که کشور فروخته باشن یا خیانتی که بر این ملت کرده باشد. در غیر اون در جای میبینیم که بجز از بدبختی و کوبیدن این اقوام در طول تاریخ افغانستان این برخورد شده با این قوم. با اون لحاظ اگر هر قومی باشه، هر انسان آزادی که حداقل با منطق انسانی برابر است، میآیند از اهداف و همت والای این مردم دفاع میکنند، از گذشته هایی که شدن نقد میکنند. با اون لحاظ من فکر میکنم که هیچ قومی از قوم دیگی در افغانستان برتر نیست و بدبختانه سیستم جامعه ما در افغانستان به می شکل بودن که در چندین سطح حاکمی که نه از منافع قومشان نمایندگی کردن، یک منافع شخصی که داشتن، اینا بر مردم دیگه ظلم کردن که سند تاریخی وجود داره.
کنم که مردم هزاره جوانای روشن فکری که در عرصه های مختلف اینا تعلیم تربیت کردن و در یک عرصه گذار در جامعه قرار دارن که هیچگاه اینا به خاطر برتری طلبی در جامعه خود قد علم نمی کنن، بلکه اینا برای تشکیلات خود، برای هویت خود، برای محوی که از جامعه نشون، به او خاطر اینا سر و صدا بلند میکنن که حق مسلمشان است که باید کرد. و هر قوم، هر انسانی که در افغانستان است، من فکر میکنم کمگام و هم نظر این مسئله باید باشد، چون در حاکمیت سیاسی افغانستان هیچگاه حق مساوی برای هیچ اقوام داده نشده. به او لحاظ برای تشکیلات عمومی برای منسجم کردن اقوام، که حتی در امروز ما مسائل هزاره را میگیم، هزاره نیاز به یک تشکل سیاسی، یک حزب مقتدر و برای حاکمیت سیاسی باید آمادگی کامل خود را بگیرن، به خاطر که در پشت صحنه افغانستان دست‌های مختلف درگیر است. در اینجا حق حاکمیت، همینطور که ما میبینیم که مردم هزاره در 30 سال یا 40 سال گذشته ها ما تجربات داریم، به خاطر حاکمیت سیاسی و مشترک بودن در حاکمیت سیاسی تلاش بیشتر کردن، ولی بدبختانه سرکوب شدن، هیچ حق برایشان داده نشدن. و این مسئله امروز هم در دامان بازی های سیاسی در داخل افغانستان و خارج از افغانستان درگیر است. به او لحاظ یک آگاهی بیشتر برای نسل جوان هزاره همین است که ما باید سیاسی برخورد بکنیم. ما امروز قومی برخورد نمی کنیم، ما امروز از محل قومی بر آمدیم. فقط چیزی باقی مانده که ما برای آگاهی دهی اقوام و پراگندگی هایی که مردم هزاره از شمال تا جنوب تا غرب افغانستان پراگنده هستند، اینا را آگاهی داده شوند که اینا به گذشته های خود باید برگردند. مردمی که از گذشته ها و از تاریخ خود عبرت نگیرند، هرگز اونا موفق نیست و دوباره تاریخ برای اینا تکرار می شود. ما گذشته هایی داریم، در زمان نادر افشار تاریخ بخوانیم ببینیم که در زمان زمان مردم هزاره ها از جنوب غرب افغانستان، از قندهار و از فرا و هرات و از جاهای مختلف اینا فراری داده شدن رفتن. اینا دستایی بودن در زمان قاجار، شما برین تاریخ قاجاری ها رو بخوانیم، در اینجا هم دستایی بودن که بر این اقوام ظلم کردن، در نیروهای نظامی که اینا بودن چقدر اینا رو سرکوب کردن. اینا تاریخ های مستندی هست که در جاهای مختلف میبینیم. به مول هاست امروز به نظر من، امروز مسائل مذهب و دین رهایی مردم هزاره را نجات نمیده. بهترین راهش راه همبستگی است، راه دانش، راه یک حزب سیاسی، قدرت سیاسی است که با یک قدرت در درون منطقه باید ما قد علم باید بکنیم. امروز در کشورهای مختلف، از اروپا، آمریکا، استرالیا، در کشورهای مختلف ببینید، بزرگترین نیروی جوان تحصیل کرده و صاحب کسایی هستند که حرفشان در این جامعه غربی متاثر هستند، ولی بدبختانه پراگندگی های وجود دارد که امروز به نام های مختلف یک تعداد میان اینا دکان باز میکنن، که این پراگندی ها باعث بدبختی بیشتر مردم هزاره میشه. با اون لحاظ من خواهشی در این قسمت دارم که از دوستان و روشنفکران و اهل قلم و تحصیل کردار و آدمایی که اصلا بر مسائل خیر و شر این مردم میبینن باید سیاسی برخورد بکنن. در جمع فضای مجازی کسایی که فحاشایی که میان امروز به قوم و تبار و زبان و مسائلی که فحاشی میکنه، اینا را اصلا یک پشه هم ارزش ندن، به خاطر که ما مشکل ما با حاکمین سیاسی هستند که در منزلهای بالا اونا برای ما تکلیف و تعیین میکنن که ما چیکار باید بکنیم و چیکار شویم. با اون لحاظ یک مقدار چشم و گوش خود را باز بکنن یا در تشکلات سیاسی تان فعالانه کار بکنیم. من سپاس میکنم از آقای قلندر که همچه اتحادیه هایی را باز کردن، که اتحادیه ها برای روشنگری، نه به خاطر اخلال در جامعه، برای آگاهی و منسجم کردن اقوام مختلفه که از اقوام هزاره، از دهه های مختلف به نام فامیل و قوم و بچه در جاهای پراگنده شده، اینا را تحت یک نام، تحت یک هدف انسانی برای قدرت سیاسی در جامعه باید مسلح باید بکنن که ما
هزاره دیروز نیستیم، هزاره امروز هستیم که با فهم سیاسی، با قلم و درایت سخن خود را بر جامعه ما مطرح میکنیم. با او لحاظ ما از تک تک عزیزانی که در صفحات مجازی اینجا فعال هستند، دوستان از وقتتان بیاین لطفا استفاده کنین در فضای مجازی، در فضای متشکل بودن برادرانتان قد علم بکنیم، بتانیم که ما در هر کشوری که هستیم صدا بلند بکنیم، صدای برای آزادی، صدای برای حق سیاسی ما، صدای برای انسانیت، صدای برای برابری. ما هیچگاه هیچ قومی بدانه در افغانستان قوم دیگر را محو کرده نمیتونه. همچه در طول تاریخ ما دیدیم که از عبدالرحمن گرفته تا دیگرایشان کوشش کردند که قوم هزاره را نابود بکنه، هیچگاه نتونست. و امروز هم در قدرت سیاسی در هیچ بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی جامعه این قوم را نابود کرده نمیتونه. با اون لحاظ ما از تمام اقوام، چی پشتون، تاجک، ازبک و تمام اقوام های دیگه که هستن، این در این سرزمین ما و شما هستیم برادر. ما نابود شدنی نیستیم، شما نابود شدنی نیستیم، ولی برای قدرت سیاسی بیاین که حداقل هم پذیری داشته باشیم، همدیگر را قبول بکنیم بدون از مسائل قدرت های دیدای فاشیستی و ناسیونالیستی و دینی که داریم. با او خاطر برای یک جامعه بهتر و انسانی باید قدم بگذاریم. سلامت باشید داوید عزیز، قربان شما که ما را وقت تشکر. قربان محبت دوستای عزیز، نوبت شافعیم است. قماندان عزیز بابا قلندر گرامی، هر وقت خودت خواستی در دوستا کدام حرف زد اختیار برنامه نیست، خودت است میتونی کشان گپ بزنی، ولی نوبت شافعیم باز ولی الله است. ولی الله جان ببخش، شافعیم قبل از خودت آمده بود. شافعیم نوبت خودت است. عمر آمد خدمت علی بابا قلندر عزیز، دیگه دوستا که در لایف است، همی که ولی الله اگه گپ میزنه گپ ما پسان گپ نزنه. خوب است ولی الله جان، سلام احترام بفرما. علیکم سلام برادر، خوب هستین؟ ساعتتون خوب، خیرتی سیم؟ شکر، آرام بشی وطندار نازنین. امینجا برادر امید داوود جان قند خیلی گپای مهم و با ارزش داره اگر فکرتان شده باشه، اما ما من هایس یک پشتون براتون بگویم، هیچ کس مثلا نمیخواه قوم هزاره را در افغانستان نابود کنه و نابود شدنی هم نیست، چون این یک نفر، دو نفر، سه نفر نیست. رسید گپ ما. امیر رمضان بشردوست که در افغانستان بود، در پشت در سر صفحه خود هیچ وقت نوشته نکرده وکیل پارلمان رمضان بشردوست، مثلا جنگ سالای جای افغانستان. امیر لالای ما اینجا نوشته کرده قماندان بابک قلندر درابی. امیر قومپرستی چی مانا میت لالا جان؟ امیر نامتا درست نوشته که یک چند نفر دیگه هم برات بیا اجازه میتونی من جواب بشه؟ ولی الله جان، خودت ولی الله نوشته کردی؟ آیا ما از سوال کردیم که ولی خدا خودت هستی که ولی الله نوشته کردی؟ لالا جان این فقط در سر صفحه من آرس است نامم، این فقط هر انسان سک. ولی جان، ولی جان، ولی جان، هر انسان حق داره هر نوع نام انتخاب بکنه. من علی ازاره ماندیم، یک بچه پشتون میمانه، دلیل نمیشه که او تعصب قائل شه. بهترین نام ماندی آجی، بعد چی گناهی نیست، کار نیک است. من فکر میکنم بهترین نام سر چیزا بیادر از همی گپ ها شروع میشه. شنونده نظرات نیک میباشیم، یک چیزی مثلا بیاموزیم و بگویم. یک کوتا برات میگم برادر، میفهم از قوم عزبی که ماستی بوله ماستی، هیچ وقت صحبتی نمیکنم که به کل تمام شود. من مندان بابا قلندر از رتبه نظامی افغانستان داشتم در دوران جمهوریت، اما وطن نفروختم. کسایی که وطن فروختن ترکیه آمدن و دو ماه بعد دوباره معامله کردن میرم با طالبان میشینم. خدا کنه گپ ما گرفته باشه اینا. خب سه یک چوب زدم. ما در سال 2019 آمدیم ترکیه، حتی بعد از آمدن ما سقوط شد. ما دو هم کار نتونم فهمیدم. نیاز نداریم پس یک شام نیستم. ما از خط بیادر امی نامایتان درست نوشته کنی یک چند نفر دو گام ببینی یک چند نفر ببینی برو پایین برو ازبیک بوله ما هست نوری دیده ما شما در حد ما نیستیم برو پایین برو. بلکنه مکچی را بگویم دوستای عزیز، یعنی می بدبختی ما مردم افغانستان میست در مسائل شخصی داخل نشیم. او برادر نامت چرا تو منیز بعد تو چی اصلا؟ همه قشور داشته باشیم، می درک اولی از به خدا انسان های مدرن این مسائل اصلا گپ نمیزنه، حماقت میدن در مرش گپ بزنن، ولی می این نامت چرا تو من یک نفر نام خدا لوی میمونه. او برادر به ما چی لوی میمونه؟ خوب میکنن نامش است. هر وقت دوزت توهینت کرد، تحقیرت کرد، وقت حق داری بگو برادر اینی حرف توهین‌آمیز است، تحقیرآمیز است، تو بنامه چی کار داری؟
آره اشرف غنی مادم در اشرف غنی احمدزای پشتون یالو کسته و بزنم تو یک کار کرده خب مثلا خود رفتی رشته تا تمام کرده خب رشته خود تا تمام کرده و امیدم داره که از رشته که تمام کردی یک چیزی حاصل بکنی من یک صحبت میخوایم بکنم برادر ما نسل جوان رفتیم تا درس خوندیم درس نظامی خود تکمیل کردیم در داخل افغانستان اکادمی را کسایی در اکادمیش تکمیل کردیم و خلاص کردیم وظیفه عملی کردیم مثل دیگر آوری به نام آپا و آتا و به نام فلانی خان رتبه نگرفتادیم و ما که نام معلومات خودم نمیگم ما زمانی که طالب در مسیری خنجان و دوشی دندانای شکشیده بودم وقت نام قماندان رسمی معرفی شده در بغلان طالب نه این اوغان بود دندانای شکای پلاس کشیده بودم به خاطر که یک شخص مظلوم کشته بود اونو دوران با ما را بیخی مشهور خودشان ساختن اما از رتبه من بالاتر یک رتبه مردمی به ما داده شد که دو دانه طالب دندانایش پشتون بود طالب هم نبود پشتون بود دفاع طالب میکرد دندانایش قطعه اینه اینو که بینیش کلشه بریده بودم در روی سرک در البته او هم رسانهی شده بود پخش کرده بودن ویدوهایش با او خاطر خدا کنه جواب گرفته باشه دیگه از بالا منتظر دو نیم ماه بعد باشین که تحولات رو ببینین با بعضی ها خودش خوب صحیح میبازه در تیک تاک بفرما وطندار نوبت شافعیم عزیز بود بشنویم از خودت الله صاحب دیگه من صحبت خاص ندارم دیگه بلاک صحبت های شما را بشنم نگه لایف ها را این لایف ها را ادامه بود لایف ها را داشته باشیم دیگه یک کنیش از علی بچه ها هم میکنم که زیاد دمی مذهبی قدی سعید ها خدا آغشته نکنه بعض وقتا میبینیم در لایف ها از مردم ها میره ناغور در بین جامعه ما دیگه این لایف های خود ما شما داشته باشیم دیگه قماندان صاحب خودی دم میتونه که نظر به مشرای دینمی فعالیتی که آغاز کردین این فعالیت اول نمیست که مسئله کتمان و هویت مردم ماست این یک مسئله درگ است زیادتر باید روی نکار کنیم ما شما شخصا خودت که در رس این مسئله استیم و خواهیش ما از بچه های هزاره های اهل سنت بغلان سر تا سر شمال افغانستان نمیست که بیاید کنار خودت قد خودت هم صدا شوه نگه او روز نوی کس وایس که من شناخت نداشتم قدش قد باید بکشه کنم و از چند وقت هست میشناسم لایف با احترام کنیم یک بچه از آره هست این رو صدا خود بلند کردیم این مردم با خطر کنه و یاد در لایف شان بالا رفتم وقتی که من گپ خود شروع کردم این مردم ها هر دفعه که رقم دو ساعت در لایف شان بودم هر دفعه که گپ خود شروع میکردم یعنی این وایس کنه که بچه نوجوانک هست گرده باز دان ما میگرید که والا شما از مچم سیاسی آب بگیری از آرگی آب بگیری ایتو کنی نگه ما را مای که ما را بسته میکرد گفتنی ما برای اونو مردم ها ایسته که بعد در شما ما را رازتیم این را ما همون جمع گفته بودم دیگه اگر ما میاییم ایتان را میبینیم و اینوان اگر زاره ای که آمده این استاد شده این اصویت خود دفاع میکنیم سعیس ولی هویت از آرگی را ایفز کردیم فرهنگ ما ایفز کردیم تاوانش را بیشتر از شما ما دادیم دیگه گفتنی ما برای اونو توقع علی جان پایین ننداز چون که اقده میشه بعضی اشخاص خواهشان پایین نندازین وقتی من پایین ننداختیم من ایفو مدراتور هر کس از بالا میاره پایین من لطفا نکنه دوستای عزیز جای علی دراسای کو یک به خیلی خوب را اشاره کرد ما و شما در رسانه بر دهد یزی هستیم که ایره برای قوما میگم در کل پایین درخواست بده دوباره ایره کی پایین ننداز لطفا مدراتور عزیزی کار نکنین اقده ساختن نکنین اقده نکنین فردا با بلند میشه خب صحیح می لگانه تا نه بوق پشیمون میشین چرا یک نفر عقده میکنه شما قوم بیار بالا علی بیار بالا کارو نکن نگین من چیز میگم تیموری برو یک تیموری خود لطفا من تیموری رو پایین نازم به خاطر که بحث تیموری گپ جداست هستم تیموری بالا نیار مدیراتور عزیز لطفا هر کس از پیشم بالا میارین دوباره پایین میندازین بعد وقتیش من باید بکشم ها سعی کنین سعی کو علی برو خودت ما احمد محمود در رسانه در به مو حدی هستیم که به مبارزه به خدا بکنیم اما خدا به او حدی ندانیم که به محاکم برای بچه قوم باشیم ایرا متوجه میشیم چی میگم شما محکمه نیستین ما محکمه بچه قوم نیستم بیایم میگه والا فلانی جنگ نکنه فلانی خوب نگو فلانی بد نگو برادر تا او حتی هنوز نرسیدیم ما شما
هر کی طرز فکر من خود اشاره بکنم امیجا بابا قلندر نازنین امی شکایت شکایت بازی رو بچهای هزار او طرف یک لایو رفتی خب بحث تا بکو دیگه یالو ما لایو بچه تاجه که تو بودی یا بچه پشتون کهش بحث کردی یا در بحث کم آور یا گفتی باز میاری شکایت نکن ما دیگه کار کنه میتونم دلت اسم اینجا لایو بگن دوباره که بچه پشتون تاجه دو زده برم خونه میشه او برادر ما اینجا بحث اساسی داریم بحث اساسی تو خراب میکنی در بحث های کوچه خودتون مصروف هستی که دو میزن آخر عکس یک دختر بالا بکن عکس یک زن بالا بکن دو دشنام بزن من طرفدار کارا نیستم بابا قلندر نازنین سالهای سال ما از آدمای بیخرد ضربه خوردیم از آدمای خودی که سیاست نفهم پالیسی را ما از تو که زیادتر قربانیدیم برادر دمه چی کی گفته تو قربانیدی خو هنوز زنده هستی بچه ازاری سمت شمال یک رقم قربانیده بچه ازاری سمت مرکز یک رقم قربانیده دلیل نمیشه که تو بگی تو یال حق نداری گپ بزنی چون ما قربانیده یا یک نفر دیگه بگو پدر ما در دهه 70 قربانی داد او برادر پدر وظیفه‌اش بود هیچ کم لطف در حق ما نکرده پدر وظیفه انسانیش بود در حقش تعرض شد با دفاع میکرد امروز سرما تعرض شد من حق ما دفاع بکنم فرزندم حق نداره صبر از امتیاز بگیره چون علی پدرش آمده اینجا بر قوم خود گپ زنی بر قوم خود گپ بر خود گپ زنیم امتیازگیری رو طرف بکنیم باجگیری رو طرف بکنیم لطفاً دوستای عزیز دیگه می قصه خالق زنکک بازی رو مترب بکنیم در اگه لایو اتفاق می افتم محکم بس بکن لطفا در لایو ما در لایو بابا قلندر بالا نشو بس خلط نکه یک جای دیگه امروز بس ما روی مسئله هویت شناسی است که این اتفاق افتاد تو می ایوازی که بعد چی بکنی میره والا در فرن لایو بی رقم شد بلی آز خودی کارا نکه یا بچه ازاره سمت مرکز بلند میشه والا شما تازه ازاره شدین امی فکر اشتباه رو کی برای شما داده ولو تازه اینمی از امروز از آرش این امروز برادرم از خدایم از تاج سرم از و تو ربط نداره و تو حق نداره سرکوب بکنی که امروز چرا از آرش شدی سالهای سال یادم از آره بوده من که خبر داشتم بدبختی زمانه بوده که من از اون بیخبر مانده و از من بیخبر مانده امروز همی که می با شامت حرف میزن انوز من یاز داغوش خود بگیرم برادر بچه آتیم خوش آمدی ببخشی قدر من در مسائل سیاسی درگیر بودم تو هم درگیر بودم ما زنده خبر نداشتیم امروز خدا رو شکر در آغوش مسیح امتیازگیری رو طرف بکن بنام مذهب حق نداری دیگه از من اینجا قربانی بگیری قبل از اون سالهای سال بنام مذهب اگه دیگه خود کشتیم جنگ افغانستان چقدر انسان کشته شد بنام جهاد کشتین بنام ازی که تو ولد فلانی هست بسیم ولد فلانی هست بسیم یکی دیگه تانه کشتین بازم قربانی بگیری هنوز از کشورهای خارج مسئله رو پکه بکنی من سوار از اتحاد بکنم با کی اتحاد بکنم خود تو اتحاد من رو خراب میکنی این می بچه های ازاری که نی سواد سیاسی دار نی درک سیاسی دار نی از تاریخ خبر دار صبح تا شام دردش نمیست که والا شکایت بکن از او در پیش از او آخر بگه این بچه ازارا جدید شده آخر بگو دختر ازارا دو بزن و دختر ازارا دو بزن نی تاریخ هم میفهمه نی سیاست نی درک سیاسی دار نی شعور سیاسی نی لایو هم میفهمه که موضوع چی باشه آخر میره گد ود ما معذرت میخوام دیگه کارا نکنین در لایو ما داخل اجازه نمیتون به هیچ کسی به مهمان توهین حق نداره کسی بکنه والا دشمنم کندم لایو محمد دشمنم اسم کش گپ میزنم حرف نداره کسی رو توهین بکنه شما که در کامنت توهین میکنید بس خودتون است ولی در بالا کس حق نداره توهینش بکنه کس حق نداره در بالا بگیره پایین پر تو کره بالا بیار یه راحت بکنم لطفا دوست عزیز تشکر با قلندر معذرت میخوام از بابت خواهش میکنم علی برادر کوتاه صحبت میکنم من زور مرخص میشم چون بیرون رونده هستم اینجا ترکیه خوب میبینن نزدیک دیگر است میرم بیرون سایکنم قامو عزیز ما یک چیز را می خواستم شفایی محمد همین به می خود حرفاش چی نشد پایین انداخته شید توسط مدیراتور من معذرت می خواهیم از شفایی من بیرار تو همه گپ ما ربان که همه گپم تمام شد نه نه من پایین انداخت مدیراتور را انداخت شفایی مدیراتور را پایین انداخت من یک نفر پایین انداخت خلاص تو تیموری بود نه گپ نیست اگر ما گفتیم که ما ازار مرکز قربانی دادیم اگر این گپ ما کنایه نیست که ایرم امیدوارم که بابا قلندر برداشت بد نکنه یا دیگه دوستا من تو ما خویش ما زنیمی دوستای ما زنیمی از ورای علی سنت ما اینمیس که بیا در سوشال میدیا یا در تیک تاک یا در برنامه دیگه سوشال میدیا آدرستون بابا قلندر است اگر چی میکنین بیاین کلتون اتحاد کنین در یک لایف صحبت کنین گپ خود داشته باشین چی داشته باشین دیگه این قرار نیست که مصاب هر کس در حساب خود حساب باز کنه که والا ما از ورای علی سنت هستم چهار تا دیگه ما از پشتش چش کنه فهمی تا که با یک شکل به نظر من پراگندگی به وجود میاد میگم زیر همه اگر فعالیت داره با یک چی فعالیت داشته باشه علی اینم نظر شخصی خودی ماستی ما کدام نظرش چی ندارم خیلی عجب بابا در اولی نفر بود که اینمی که پر رامات مطرح کرد چی کرد ما از این مردم به اینوان اک بچه هزاره خواهش میکنم که اگر فعالیت دارین بدون کدام امتیاز طلبی یا بدون کدام چی نبیاید زیر چتر بابا قلندر فعالیت کنه یک آدرس قوی داشته باشه
دیگه هر کس یک تلفن داره یک چی داره تا پیش روی خود بانه که والا ازاره شعله شد دلده شد به نظر من همی زیاد باز چی میشه شعله ای میشه علی بیرار به نظر خود ما اینمی گپ است که بزر یک چطر وید فعالیت کنه اینمی بیادرهای ما من چی را بگم شافهیم من میده اجازه و تا بابا کلندر من یک کوتا بیان بکنم شافهیم بچه آتا هر کسی از هر حق دار آدرس خود بیان بکنش کنم حرف نیست به نظر ما خوب است که ما ظرفیت زیر داشته باشیم مورد داغوش بگیریم هر کدام صدای اتحاد بلند کرد فرق نداره ولی هر کدام جدا بر خود حزب جور کرد به نفع هزاره و قبولش بکو خلاص پاک صفا و یک خواهش دیگه دارم بچه های هزاره یک بخش هزاره است در لایو های سیاسی نداره لطفا در لایو سیاسی دخالت نکنی برو در لایو ساده یک بخش هزاره در لایو های مثالش خوب بچه های هزاره نظامی بودن لطفا در قسمت سیاست و دین دخالت نکنی برین در حوزه نظامی تان گپ بزنی اگر کسی کلاشینکوف سوال کرد تعریف و کس کلاشینکوف و حوزه و جبهه و جنگ و خط اول خط دو چه رقمی دفاع بکنیم چه رقمی حمله بکنیم پروت یا ولی در قسمت سیاسی و لایوهای سیاسی لطفا دخالت نکنی که طرف میگیره چهار طرف باز وقت اما فشار سر خودتان می ناراحت میشه باز قوم گفته دعوا میزنی اینی مسار راحت بکنی من از کل بچه خواهش میکنم با قلندر خود طرف بزن بعض ولی جان حرف بزنم برار سایکو یک چیزی را بعضی بچه قوم خیلی نمیفهم چه قسم مبون که حال خدا نخواسته سوی تفاهم نگیره از یخن ما مکم نگی که ولی ما نگه ما گفتیم که تیموری ازاره نیست مرا چی که ازاره است نیست فقط علی خانده ما تایید کردیم خطاب پیش ما نبوده آره با بچه های قوم درگیر شده اینا پایین بالا میندازه آره میخواید در جان ما درگیر شده برادر ما قطع کار ندارم نه او تیموری رو ما پایین او تیموری رو بار که هر کار میکنه آزاد است یک از کسایی است که در بعض اوقات من رو میگم که گوش بکنه در لایو همیشه گوش بکنه تیموری جان که یاد بگیره خیلی مسائل است تو خودت ما دهی مسائل چی نکنیم ولی لطفا در لایو که از همون 5-6 نفر بود اتمن هر کار میکنه عکس بالا میکنه دو میزنی توهین میکنه خوار و مادر میگه عکس های دختر رو بالا میکنه دو لایف ها برده لایف های من این کار رو اجازه رو میتونم تده بس سیاسی رو وقت قبول دارم که حداقل روز نیم ساعت مطالعه کرده باشی تیموری از تاریخ هم چیز بدانی در کل سیاست هم بفهمی با از ما حق میتونم گپ بزن در قسمت توضیح دیرم که تو بی سواد مطلق هستی بارها حرف های بسیار وحشتناک زدی توهین کهی تاخیر کهی خوار مادر حال من میگه بیشنم با دوبارم توهین تو رو بشن خوش شیندم گپ نو نداری برادر به او خاطر بچه تا بالا نیم تا دیگه دوستم ندارم که گپ بزنم برو در لایو خود هر کار میکن در لایو ما آمدی کوشش یاد بگیری از ما از بچه هایت هم یاد بگیری باید ازم دقیقا بعد از خود تکمیل نشد من که خود تکمیل کنم چون یک دو زنگ هم آمد چون کار دارم سعی که برار جان من یک چیزی را میخواستم بیان بکنم این را باید کل ایده گوششان بگیرم رسانه گفتم جایی است که هر کی به اندازه توان خود میتونه صحبت داشته باشه اگر بچه مبارز باشه مبارزه خود بکنه و اگر کسی باشه که تاریخ دان تاریخ هم بعد ایجا بیان بکنه یا یک شخص دیگه بنیادهایی داره میتونه از طریق رسانه استفاده کرده و برای بنیادشان کار بکنه فقط در این حد توان میتونن فعالیت داشته باشن اگر بیشتر از این خصوصا در بین بچه هزاره مردم خودم چیز حاکم قرار بده و مردم ها را محکمه بکنه و که الان فلانی توییت رو نکو فلانی توییت رو نکو این زیادتر چرا در بین به وجود میره به نظر شخصی من چرا؟ چون امو اشخاص خودشان پشتی صحنه کدام کار خاصی ندارن یعنی در قبال قوم با چی در داخل افغانستان یا در کشورهای مختلف که بعدش وابسته با او مردم خود بگیره یک چیزی را که شافعی اشاره کرد برار ما اگر زحمت میکشم میرم اتحاد درباره اتحاد آدرس میسازم یا مردم زنگ میزنم تماس میگیرم شب و روز خود بیداری تیر میکنم میگم وصل شوین اتحاد پیدا بکنین ما تکرارن میگم خدا دستتان از یخنی از پاچه اونمو مارهای سوخته خطا بکنین که اونها شما را تکو پارچه میکنن مثل که بعضی از آره های اهل سنت ما اما کسایی که تا هنوز به قوم خودشان به منطقه خودشان اکثر اگ نساخته آلینا اینا بعد از 20 سال اینا رفتن یخن از رو محکم گرفتن قطع از اونا الله فلان خانه چیز نگویی که به خدا قسم خونت قاق میشن نه برار من میگم نه پاک باش نه وابسته به احمد نه وابسته به محمود خودت هم بیانگر باش هم شنونده باش هم حاکم باش هم سرباز باش هم دیگه خلاصه جنرال باش چرا تو چی وقت میخوایی که با کسای دیگه یک ملت رب بتین و می منوال ما در لسانه علی برار چند وقت نبودم باور به خدا کو ما خوانه گفتم اول مریض هم بودم یک هفته شفاخانه بودم بعدش در میران همه روی می کار میکردم که خدا را شکر اقم امانیت هم بود
همه بچه های قوم هم که الان بابا قلندر نمیتونی و نمیکنی و ممانیت جات کردن، آخر خدا را هزار بار شکر و هم خلاص شد و دوباره اما جای تاسف در کجاس علی برار من نبودم، یک نفرم نبود، چرا علی تنها این مبارزه را اگر با ما خلاصه نکنین؟ کل موش موشیر بچه قوم هستیم به خاطر اتحاد، اگر یک تا که بیا گپ بزنه 50 نفر دیگر را گردن میخزونه که ما هستم، مثل یک نفر دیگه که از بدخشان آمد گفت که اگر من نباشم در سمت شمال هزاره وجود نداره، فردا او هم از لیست شورا حذف شد. خب اینی قسم خودستایی و کلانکاری نکنین، هر که به اندازه توان خود پیش بروین. و در آخری گپ ما از این بعد تا دو این سه سال به خاطر قومداری ما خیلی تحمل کردم و شنونده قدر قرار دادم، از این بعد من اجازه را برای کس نمیتم، خصوصا به دیگران میتم، به خصوصا به مردم بغلان نمیتم. بیا به استفاده که ما زیر تارگت و زیر گب و زیر توهین و تحقیر مردم برویم، به استفاده از آدرس ما شب روز صحبت بکن، از خودشان چیز به گفتن نداشته، اجازه را به دیگر نمیتم، چی دوران اجازه میتم. وقتی که خودش از داخل منطقه واضح ملت را بلند بکنه، آدرس بسازد، متحد شود، کل را استاد بکنه، زمین سازی بکنه، بعدش با ما میگیم برادر اینال موش ما منطقه خود تصفیه کردم، تو از خودت تصفیه کردی، اینال استاد میشیم، زیر یک صدا پیش میرویم. ما دیر رو صحبت کردم، اکثری مردم با ما این پیام هم میده بدر میگه نفر از فلانه جای میگه ناموس اندراب گفته دو میزنه با پس میگه از آره برادر ایموز خیلی خمخونه شد بدر، اول تو برو از مطره جای خودت مطره بکو مزید بعد مثل یک دو دانه دیگه دینه شما در لایفی تیک تاک شان فیسبوک شان چیز واتساپ شان میگفت باید ما از اندراب قضاره جور کنیم، نکو برار ما خودم میتونم از اندراب جور بکنم، از منطقه خودت بگو که هیچ نیست، امیار نام منطقه تره بگو من هزاره است 50 دانه تاجک یخنی برم میگیرم مادر گفته دو میزنه چی کار کرده در داخل منطقه، چرا زمین سازی در داخل منطقه نکرده؟ امیار مثالی گفت مثالا میگم مگه جای رو بگم که امید سر نفرها به خود نگیرم، مثالی گفت میگه سیادرگک یک منطقه هم تو نامعلوم بگم هزار است، در صورتی که امید 3-4 نفر خود از اموجا باشه در رسانه بگم هزار است 50 دانه تاجک مرد دو دیا همی که پس علی برال مگه میگم من از اندراب هستم هزار هستم 50 دانه اندرابی جنرال دگروار قدیمه بس میکنه استاد میشم، در اختارش هم هستم، در دشمنیش هم هستم، در مبارزیش هم هستم، در رویدرویش هم هستم، به هم بسیش هستم، ترسم ندارم و واضح بیانم میکنم قطعش. یعنی می رقم که از منطقی که هستین اگر می خواهید که هزار اگرایی بکنین، اگر می خواهید که برای قومتون یک الگو باشین، برای مردم یک الگو باشین، تا هنوز کاری را نه ما هیچ کاری نکردین، تا هنوز من خدای پیش وجدانم تا هنوز شرمنده هستم که دمی دو سال ما کم کار کردیم، بعد دو سال ما در 5 ولایت در 5 کشور رسما خانه اتحاد هزارها را فعال میکردم، اما ما تا هنوز در دو کشور تانستیم، در ایران و ترکیه تانستیم، تا هنوز در افغانستان نتانستیم که او هم خدا را الحمدلله در ماه بعدی میشه بخیر. یعنی من پیش خودم کم هستم که چرا من دو سال شده قیق میزنم در این تیک تاک فیسبوک، باید برای بچه هزاره یک چیزی باشه که خلاصه یک بخشی آگاهیش باشه، خدا خلاصه به تیک تاک نکنه، خدا خلاصه به فیسبوک نکنه، خدا خلاصه به رسانه نکنه، باید کارهای عملی رو در داخل منطقه شروع بکنه. خواست میگه علی برار بچه قومه والا بابا قلندر تو جبهه جور کردی امین مبارزه ما خراب شد در داخل بغلان، دروغ چرا میگین؟ کجا فعالیت داشتین در داخل بغلان که جبهه ما شما را خراب بسازه؟ وقتی که بابا قلندر جبهه میسازه خودش فعالیتش در داخل افغانستان است، تو که هیچ دمه در جبهه من وابسته نبودی، این جبهه من هم قبول ناشه رقم فعالیت تو لغو شده، یکم غیر قابل قبول، یکم که یک نفر میگه زورم نمیکشه و شلگی میکنم امون رقم که تو جبهه جور کردی ولا کارهای ما به تعویق افتاد. ما باشم بگم بچه قوم کل ایجام است، بابا قلندری که از اندراب به نام هزاره اهل سنت جبهه جور کرده، میفهمم به خاطر چی بود جبهه جور کردم، میفهمم به خاطر چی بود، به خاطری که ما باید کارهای نیک هزاره مرکز جبران بکنم، برش بگم که تو که وقتی در روزی بعد در کناریم هستی من در روزی بعد در کنارت باشم. روزایی نبود که دخترا مثلا قوم ما را به جرم هزاره بودن در داخل برشی نمیکشتن، علی برار دخترا را از هر قوم میبرد، دختر قوم من هم میبرد. ما تو خوب بچه هستی که لگه بتونه داخل تیک تاک خلاصه میکنین، اما ما بخش سیاسی ما جای دیگه است،
با طالب من ویدیوی مستقل روان کردیم برش. روزی که اولین پوسته آرزو را زدم با طالب روان کردم. اید تیک تاک رو وصل نکردم. اتم اینی ویدیوی است که ما اولین انداخت مثلا تست و هم بعد از اینکه مقاومت نگن اولین انداخت ما همیست که ما بچه هزاره من در برچی تو بکشی من هزاره علی سنت میم در پوزت میزنم. اگر بار دیگه تکرار بکنی ما ایجا ملتت در پیش ما هستم. آمدم به قوم خودم گفتم این را یکقدر تبلیغات های بیجا و بیچیز کردم. سلامت باشید و قلندر نازنین موضوع چیز که نیخواد زیاد گپ بزنی بخاطری که بعضی نفرا از بعضی پروژه ها هم بلند شده. این نیاز نیست، فقط بیننده قرار بگی جای که صحبت اگر اجازه دادن از خودم ما و تو فرض مثال میرم اگر اجازه دادن صحبت میکنیم، اگر ندادن فقط دنبال کارکردهای داخلی باش. کسی که تنها گپشون به تیک تاک بود، ما با قلندر اینجا گپ ما تیک تاک زدم در پشت سر کاری نمیتونستم کاری نکردم، روی ما اعتماد نکنین. سلامت باشین. سلامت باشین قلندر نازنین. من برم دیگه، از حضورت اول خداحافظی هم کردم، خیمه برم. خدا نگهداری کلتون. آرام باشین. محبت تشکر که بالا ما لطف کردین. سلامت. نوبت